مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران را هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود فرهمند. نسخه منتشر شده از قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده حاوی خواست آمریکا از 15 دولت عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه و چین به همراه دو دولت عمده اروپایی بریتانیا و فرانسه در مورد منع هر گونه معامله تسلیحاتی با رژیم ایران است. آلمان گرچه در شورای امنیت عضویت ندارد اما همواره از قطعنامه‌های منع معاملات تسلیحاتی با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. در پیشنویس قطعنامه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد همچنین به خودداری از هر گونه اقدام در مورد آموزش‌های فنی و مشاوره و ارائه منابع و خدمات مالی به رژیم ایران برای تهیه، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری و استفاده از تسلیحات فراخوانده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده است پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران هفته آینده تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد. تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران بر پایه توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان در ماه اکتبر به پایان می‌رسد. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده است در صورت عدم تمدید تحریم‌ها رژیم ایران آماده است بدبختی و خونریزی‌های بیشتری را نه فقط در غزه بلکه در لبنان، سوریه، عراق و یمن نیز به راه بیندازد.